سلام دوستان، من خیلی خوش اومدین به یک ویدیو جدید. اوکی بچه‌ها، همونطور که می‌دونید امروز اومدیم با یک ویدیو گزارش لیگ و خلاصه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. فقط که بریم داخل برچیم، یادتون نره حتما دارید لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو به سر در بیارین، اینستاگرام منم که این یا این بالا میاد و حتما فالو کنین و بریم داخل برچیم و ببینیم چه خبره. پس Let's go. اوکی بچه‌ها، همونطور که می‌بینید الان بریم داخل بازی و خلاصه اولین اتاکی که می‌خوایم بچه‌ها با هم بریم تماشا کنیم این اتاکی هستش که همونطور که می‌بینید از ترکیب سوپر بولر استفاده شده و خلاصه من دیگه اصلا روم نمیشه بچه‌ها بگم سوپر بولر تو این کانال، چون که نمی‌دونم چند وقته می‌خوام یه ویدیو ترکیب از سوپر بولر بذارم ولی نمیشه خدا وکیل. خلاصه ببینیم اینو فلش کنیم و بریم چه جوری اتاک زره. بچه‌ها من اتاکا رو خودم تماشا نکردم، پس بعد اینجا با دقت ببینیم از کجا اتاک شروع می‌کنه. همونطور که می‌بینید اینجا بچه‌ها فلیم فلینگر رو انداخت از این بر که مطمئنم بره سینگل اینفرنو رو بزنه سمت چپ. واردن هم بچه ها از طرف سمت راست گذاشت که یه مسیر فکر میکنم میخواد درست کنه. فلیم فلینگر به نظرم واقعا چیز خوبیه، ولی مخصوصا برای اتاک هیبرید بچه اصلا ماهه. اینجا میبینین که چند تا سوپر وال بریکر فکر کنه میخواد بنوزی که مسیر رو به بچه ها وسط بیس وا کنه. فلیم فلینگر هم طور که میبینین تونست که سینگل اینفرنو رو بزنه. واردن اینجا داره واسه خودش راه جلو میره و بله الانه که اینجا بچه ها کل اسکواد اصلیشو میندازه. فلیفلینگر هنوز داره ادامه میده به راهش. بله اسپل جامپ هم بچه ها اینجا انداخت، یه ریج که اینا ریج کنه داخل بیس. فلیفلینگر همچنان داره به راهش ادامه میده و یه جامپ دیگه. او این جامپ رو فکر کنم بچه ها درست انداخت. من اگه بودم فکر کنم یا اشتباه انداخت یا میخواست نندازه، چون اگه من بودم بین دو تا دیوارام انداختم. ولی خب ببینیم قراره چیکار کنه. اینجا همونطور که میبینید سوپر بولر ها این هنوز زندن دارن به راهشون ادامه میدن. فلیفلینگره هنوز بالاه، یعنی ببین چه چیز ماهیه که همینجوری این حیوان میره جلو فقط تمیز میکنه. و همونطور که میبینید بچه ها تروپ های اصلش رفتن این طرف دیگه، یعنی طرف جامپش نرفتن متاسفانه و آرسش رو از این بر انداخته. کوین اسکتر رو میزنه، نایس، هولی شیت، کوین اسکتر هم زد. حالا تروپ های دیگه اش بچه ها از این دیوار بغلی اومدن بیرون و این دراگون دان سرویس رو میبینین هنوز داره اینجوری از کرنکستون اومده بیرون، داره هنوز بچه ها دفاع میکنه مثل سربازی که دو ثانیه آخر داره میجنگه. واقعا کار درست بود. و بله بچه همونطور که میبینید ستاره گرفته اینجا جامپر اشتباه انداخت، ولی خب یه فریز هم اینجا داشت که رول چمپین رو واسش آماده کرد، براش استفاده کرد. یعنی خورت آرسی رو زد این برم که تروپای دیگه بچه ها افل اینفلینگر هم همونطور که میبینین یه تی اومدن بیرون خیلی زیبا شیک و مجلسی. بچا جمع کرد یه دونه ویزاردمو بغل انداخت سمت راست. دیدین که چجوری شروع کرد بچا فلین فلینگر رو از یه طرف انداخت، یه طرف واردن واک شروع کرد و اسکواد اصلیش فرستاد داخل. خیلی اتاک ترتمیز و زیبایی بود واقعا. اتاکای زمینی تا 14 بچا خیلی حال میده واقعا تماشاشون کنی و خلاصه اتاک زیبایی بود بچا. حالا الان نه ولی آخر ویدیو از این چند تا اتاکی میخواد با هم تماشا کنیم. دلم میخواد که برین تو قسمت کامنت بنویسین که کدومش اصلا بالاتر بود. واسه این اتاک الان یادتون باشه الان بریم اتاک دومی رو با هم تماشا کنیم و بریم اون چه جوری بود. واسه Let's go. خب بچه هم داره که بینین اتاک دوم ترکیب پکا اسمش هستش که ما اینجا یه سوپر وال بریکر، یه بالون، دوتا ویزارد، 6 تا سوپر ویزارد داریم، ممرای 5 تا نه 4 تا هیلر، 4 تا پکا، یه بیبی دراگ و یه مینینو، 3 تا آیس کونم و یه هانتر بچه ها که واقعا کلی چیز دوش ازش استفاده، کلی تروپ استفاده شده. خیلی دارم میخواد بدونم که چجوری اتاک شروع کرده و کنم پکا اسمش. زیاد من تا 14 اگر راستش بخواین ندیدم، هیبرید اینا رو دیدم و ولی خب پکا اسمش رو کم بوده که دیدم و فهم کنم دوباره همون پلن باشه. وارن واک از یه طرف، بله فلیم فلینگر هم از طرف دیگه بچه انداخت که بره ترتیب این دفاعی ها رو بزنه. واقعا حاجی نگاه کن این فلیم فلینگر نه تک و تنها کل این بوکسر رو میزنه. حالا این ایکس وای خورده ریسکی هستش ولی خب اینجا یه مینین هم واسهش انداخت. بیشتر موقع دیدین یه تله های زمینی اسکلتی هم بچه میذارن که واسه فلیم فلینگر خیلی میتونه ریسکی باشه و این ویزاردهایی که میبینی اینجا میبرن بیشتر برای همونه. همونطور که میبینیم بچه ها بغلا رو خالی کرد، الان کل اسکواچ انداخت و اوه سوپر ویزاردا همه رو انداخت دیگه آجی. همینجوری بغلا رو خالی میکنی میندازی. ترکیب بچه واقعا اسمشیه دیگه، ترکیب سگیه که من فکر کنم آموزش گذاشته بودم. واقعا ترکیب قویه بچه ها، مخصوصا سوپر ویزاردا رو که ببریم اصلا حرف نداره. فلفینگر داره بغل بچه ها پیش میره، اسکواد اصلیش رفتن داخل، فریز کرد اینفرنو رو. جون من نگاه کن این سوپر ویزارداشو میذارن، یعنی میترکونن آجی، یعنی میترکونن. و همونطور که میبینین تمام حال بچه کوین رفت زدش تو فلیم فلینگر. نمیدونم چی داره، شاید یتی داشته باشه واسه آخر مثلا واسه جمع کردن بس یارو.
ولی خب همونطور که می‌بینید آرتش هم بچه‌ها از این بالا انداخته، تروپای دیگه‌اش دارن به سمت بچه‌ها پایین بیس هجوم میارن. کینگ هنوز قدرتشو نه کینگ کوین منظورم هنوز قدرتشو بچه‌ها داره و بلس استاره رو اینجا بچه‌ها گرفت. حالا به نظر من این ترکیب پکاسمش یه خورده بچه‌ها باحال‌تر از ترکیب سوپر بولره. حالا این نظر منه بچه‌ها، دوباره میگم حالا شما الان این اتکا رو یادتون باشه حفظش می‌کنین، آخر ویدیو که شد همه رو با هم ریت می‌کنین. ولی خب به نظر من پکاسمش یه خورده هم قدرتمندتره هم یه خورده جذاب‌تره. حالا به نظر من تونر ترپش اونجا کچ شد، هولی شد بغل تا حال گذشته بود تونر ترپو او دست جوین بمب همه آرتر زد ترکون و خیلی زیبا بچه‌ها این بیسر جمع کرد فرزاد. خیلی واقعا اتاک باحالی بود و همونطور که می‌بینین بچه‌ها پکا اسمش واقعا جواب تا 14، یعنی واقعا جواب پکا سوپر ویزارد فلیم فلینگر تموم دیگه. واقعا هر بیسی که اون بیرون است و می‌ذاریم مطمئنا صافش کنیم. خب برای بچه‌ها یه ترکیب یتی سوپر بولر اسمش داریم که یتی اسمش رو کنم اسم اتاکم بشه اینجوری و اینم ترکیب زمینیه. ببینیم از کدوم بچه‌ها اتاکو شروع می‌کنه. کینگ و بچه ها میندازه بالا و اینکه ببینیم کدوم طرف میخواد خالی کنه. آها یه وارنن واک از اونجا، پس مطمئنا از این وسط بچه میخواد وارد بیت شه. ببینیم دقیقا چی کار میکنه. همونطور که میبینیم کینگ داره براش ادامه میده، واردن اونجا انداخت، بعد جامپ اینجا انداخت و بچه ها میفهمید جامپ اینجا استفاده کرد با اینکه این دیوار بازه، بخاطر اینکه این کسایی این دن سرویس ها که این بیس ها رو بچه ها درست میکنن دلشون میخواد که تروپاتون برن اون طرفی. ولی خب مطمئنا پلن دیگه هم میتونست بریزه، مثلا میتونست با کینگ بره این برای جمع کنه. ولی خب ببینیم چجوری بچه اتک رو زده. خلاصه کرسکوه چند هم وسط انداخت و ببینیم که این دفعه فلین فلینگر استفاده نمی کنه. این دفعه بچه ها بلیمپ استفاده میکنه که داره میسیش مثل تاون هال. قدرت واردن رو بچه استفاده کرد که این بلیمپ به تاون هال برسه سالمون سن اومد. اوه چقدر هم ترپ بود خدا وکیلی. اسکواد اصلیش بچه همونطور که میبینین خیلی خوب بچه به نظر پخش شدن. آرتیشو از سمت راست بالا انداخت، خیلی خوب بچه ها پخش کرد. واقعا این جامپی که انداخت به نظر من به موقع بود، خیلی هم جامپ ترتمیزی بود که اوه شد سینگه سینگه اینفرنو هنو بالا مونده. حالا ببینیم که این چجوری از بین میره، ببینیم کوین آیا میتونه بره تنهایی اپس این سینگه اینفرنو بر بیاد یا نه. مطمئن نیستم واقعا، ولی خب مهم اینه که بقیه تروپا بچه اینجا دارن خالی میکنن. کوین رفت اسکتر دیگر رو زد، ببینیم آیا میتونه سینگل اینفرنو رو بزنه یا نه. فکر نکنم بچه ها، نه سینگل اینفرنو نتونست بزنه کوین. ولی خب آرسی هنو قدرتش دار و کلی تروپ واسهش مونده اینجا، سوپر بولر ها اینا زیاد واسهش مونده. ببینیم قراره چجوری پیش بره، اتک رو چجوری کاملش کنه و اینکه یه سوپر وال بریکر واسهش مونده، یعنی فکر میکنه اون استفاده میکنه که بولر رو بفرسته سمت سینگل اینفرنو. نمیدونم دقیقا اینجا واسه ببینیم تماشا کنیم. آرسی که به فنا رفت چجوری میره سینگل اینفرنوشو میزنه آجی واسه خورده اینجا واقعا دارم خواهی ببینم. مطمئنا از این سوپر وال بریکر استفاده میکنه. او این یتیه بچه ها، یتی هم اتک و یعنی خدا وکیلی سیف کرد از اون طرف. ببینیم این بر این سینگل اینفرنوه چجوری بالا میره، یعنی چجوری پایین میره منظورم بوده بخشید. از اتفاق دیگه بچه ها بعضی موقع اشتباه میکنم برای میگین. آره بچه ها سوپر وال بریکر رو انداخت که توپاش برن داخل و ترتیب این سینگل اینفرنو رو بدن که خیلی میتونست به نظر من خطری باشه. اگه به نظر من اگه سوپر وال بریکر رو نگه نمیداشت این سه ستاره نمیشد، چون که خب سوپر بولر رو میدونی که اینا اسکنن دیگه، اینا میرفتن همه این بیلدینگ های دیگر رو میزدن و آخر سر میومدن سراغ این سینگل اینفرنو که احتمال داشت تایم فیل کنه. ولی خب همونطور که ببینید بچه ها اتک رو جمع کرد، به نظر من اتک زیبایی بود. ولی اینکه کوین اومد این داخل تونست اسکتر اینو بزنه به نظرم اینم خیلی مهم بود، پس اینو باید بهش بدیم حتما امتیاز رو. و خلاصه به نظرم از این سه تا اتاکی که تو اینجا تماشا کردیم من هنوزم این خورده پکاس باشه بیشتر خوشم اومده، ولی این ترکیبی که اینجا می‌بینیم به نظرم خیلی باحال بود. الان بریم یه اتاکی دیگه ما هم تماشا می‌کنیم که از کلن طرف بود، بخاطر اینکه با یه آرمی جالبی اتاک زد دلم نمیاد اینو بهتون نشون بدم. خلاصه آقا بریم اونو تماشا کنیم ببینیم چه جوریه. پس لتس گو. پس همونطور که ببینید 6 تا بالون داریم، یه بیبی دراگ داریم، 9 تا اینفرنو دراگون داریم، 5 تا دراگون رایدر داریم. خلاصه دیگه all the way بچه ها ایر اتکه، یعنی همه شون هوایی هن و اسپلاش همونطور که میبینین 8 تا اسپل اسکلتون رو برده که آقا بریم اتک رو بچه ها پلی کنیم ببینیم چجوری. طرف بچه ها اتک رو استارت کرده، همونطور که میبینین یه بلیمپ رو بچه ها انداخت که توش دقیقا نمیدونم چیه. این اتک ها رو میگم من فقط ترکیبه رو دیدم خوشم اومد گفتم بزنم چیه توش. اسنی گوبلین رو بچه ها برده مثل تاون هال که میتونن بزننش. بله خیلی زیبا بچه ها زدن، یه بیبی دراگ از این طرف انداخت، چند تا بالون و بله همونطور که میبینی بچه ها
همه تروپا رو انداخت و اوه اینا همینجوری بچه‌ها دارن میرن جلو اینفرنو دراگون. بچه‌ها به نظرم چیز جالبیه، ولی خب من تا حالا باش اتک زدم زیاد حال نکردم باش، چون که نوع اتک زدن چه خوری زشت داری منظورم بفهمی. نکن اینا خیلی سگن، فقط قدرتشون خیلی زیاده. مثلا نکن روی چیزی لاک کنن اینا یه دونهشون تنها رو فکر کنم بتونه به تنهایی بزنه، شاید تنها چهارده رو بتونه بزنه، ولی خب من به نظرم خیلی دیگه زیبایی نیست. مثلا این اسپل اسکلتون ها رو میندازه واسه حواس پرت کنی که مثلا این تروپا لاک نشن زیاد روی چیزاشون، ولی خب به نظر من خیلی حال نمیده با این اتک بزنه. حالا میگم این نظر منه، چون که میگم من چند وقت پیش بچه‌ام با این می‌خواستم یه ویدیو بذارم اگه راستش بخوام با اینفرنو دراگون توی اکانت دیگه‌ام، ولی خب خیلی باهاش حال نکردم. با اینکه به نظرم ترکیب قویه، ولی خب می‌دونی اینجوری ترتمیز نیست اینجوری بذاریم حال کنی اصلا آدم آب دهنش بریزه بگه اوه عجب اتک ترتمیز شیکی بود. ببین این ترکیبیه که دیگه نمیتونیم باهاش بگیم که خیلی شیک و مجلسی بود. می‌دونی ما ترکیبایی که شیک و مجلسی نیستن رو باش حال نمیکنیم، ولی خب بچه ها اگه خیلی دلتون میخواد یه ویدیو ترکیبی ازش بزنم تو قسمت کامنت ها بنویسین و ببینیم چی میشه دیگه، شاید در آینده نظرم رو در مورد اینا عوض کردم. ولی خب میبینین که ترکیب و سه ستاره کرد، بیان میگم ترکیب و سه ستاره کرد، خدایا بیس سه ستاره کرد بچه ها. ولی خب میگم دیگه خورده اتک اسلوی و خورده دوتا فریز هم واسه یارومون آخر کاری، اینا خورده اسپید آبش کنیم یه دونه یا دوتا بچه ها. آره دوتا سینگه چی هم واسه شمون اینفرنو دراگون و خلاصه سه ستاره کرد بچه. حالا نظرتون رو در مورد این ترکیب بنویسین و ببینید که کدوم اتک به نظر شما از همه باحال‌تر. اوکی رفقا همونطور که می‌بینید دیگه پایان ویدیو رو سریم و امیدوارم از این ویدیو خوشتون بشه بچه‌ها. همونطور گفتم تو قسمت کامنت‌ها بنویسین که از بین این 4 تا اتک، از بین این 4 تا ترکیب با کدوم بیشتر حال کردین. خلاصه فکر نکنم دیگه حرف خاصی برای گفتن مونده باشه، پس وقتش می‌بینیم تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدارتون باشه. We'll be right back.